درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره باورهای نهادینه شده صحبت می‌کنم. ببینید، بر اساس محیطی که انسان درش پرورش یافته، باورهای اولیه‌ای در ذهن او شکل می‌گیرند و نهادینه می‌شوند. انسان به این باورهای نهادینه شده به لحاظ احساسی خو می‌گیره و نسبت به اونها نوعی تعهد و تعصب ناخودآگاه پیدا می‌کنه. تا جایی که تجربه او از جهان هستی و مشاهداتش متأثر از این باورهای اولیه میشند. بدین معنی که ناخودآگاه گزینش اطلاعات، استدلالها و قضاوتهاش صرفاً در جهت تأیید این باورها صورت میگیرند و ذهن ناخودآگاه او هر گونه اطلاعاتی که با باورهای اولیش در تضاد باشند رو مسدود میکنه و نادیده میگیره. اجازه بدید توضیحاتم رو با شرح آزمایشی آغاز کنم که در دهه 70 توسط دانشجویان دانشگاه هاروارد روی گربه ها صورت گرفت. گربه هایی که به دو دسته تقسیم شدند، دسته اول هفته های ابتدایی زندگیشون رو در محیطی به سر بردن که درش فقط خطهای عمودی می دیدند. برعکس، محیط زندگی دسته دوم از گربه ها طوری طراحی شده بود که طی هفته‌های اول زندگیشون فقط خط‌های افقی می‌دیدند. بعداً که این گربه‌ها رو به محیط عادی بردند که طبیعتاً هم درش خط‌های عمودی و هم خط‌های افقی وجود داشت، گربه‌های دسته اول همواره فقط خط‌های عمودی رو تشخیص می‌دادند. انگار نسبت به خط‌های افقی کور شده بودند. مثلاً وقتی صندلی روبروشون قرار می‌گرفت، به پایه‌های عمودی صندلی برخورد نمی‌کردند و اونها رو دور می‌زدند، اما نمی‌تونستند روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی بپرند. برعکس، دسته دوم از گربه‌ها فقط خط‌های افقی رو تشخیص می‌دادند و نسبت به خط‌های عمودی کور شده بودند. اونها دائما به پایه‌های عمودی صندلی برخورد می‌کردند، طوری که انگار اونها رو نمی‌بینند، اما به راحتی روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی می پریدند و اونجا می نشستند. وقتی محققین سیمهایی با مقدار اندکی بار الکتریکی در مسیر گربه ها قرار دادند، اگر سیمها عمودی بودند، گربه های دسته اول وقتی یک بار بهشون برخورد می کردند و بار الکتریکی آزارشون می داد، ذهنشون شرطی می شد و دیگه به سمت اون سیمها نمی رفتند. اما اگر سیمها افقی بودند، بارها باشون برخورد می کردند و با وجود اینکه از بار الکتریکی آزرده می شدند، اما باز ذهنشون شرطی نمی شد و هر چند وقت یک بار باز به سیمهای افقی برخورد می کردند. انگار سیمها رو فقط در حالت عمودی می دیدند. یعنی اگر همون سیمها به حالت افقی قرار می گرفتند، دیگه برای دسته اول از گربه ها قابل رؤیت نبودند. طبیعتاً مشاهدات این آزمایش ها برای گربه های دسته دوم برعکس بود، چرا که اونها برخلاف گربه های دسته اول فقط خطوط افقی رو تشخیص می دادند. نتیجه گیری کلی آزمایش این بود که گربه ها بسته به شرایطی که درش پرورش پیدا کردند، اگر درشون این باور نهادینه بشه که جهان از خطوط عمودی تشکیل شده، بعدن دیگه فقط خطوط عمودی رو می بینند و خطوط افقی براشون قابل تشخیص نخواهد بود. گرچه عین این آزمایش رو نمیشه روی انسان‌ها انجام داد، اما آزمایشات مشابهی در همین رابطه روی انسان‌ها انجام شده. آزمایشاتی که نشون میدن انسان‌ها هم بر اساس باورهای نهادینه شده ناشی از شرایط زیستشون جهان رو به گونه‌های متفاوت تجربه می‌کنند. متخصصین آنتروپولوژی یا همون انسانشناسان آزمایش جالبی رو در این زمینه انجام دادند. تصویر یک چارزلی که درست چسبیده به بالای سر خانمی ترسیم شده بود رو به افراد نشون می دادند و ازشون می پرسیدند به نظر شما این تصویر چه چیزی رو نشون می ده؟ افرادی که در جوامع شهری بزرگ شده بودند می گفتند این یک پنجره یا یک تابلوه که درست بالای سر اون خانم روی دیوار سفید پشت سرش ترسیم شده. اما هنگامی که از افراد بومی آفریقا، اونهایی که زندگی قبیله‌ای داشتند، همین سوال رو می‌پرسیدند، غالباً پاسخ این بود که اون خانم شیعی روی سرش گذاشته و حمل می‌کنه. چرا این گونه پاسخ می‌دادند؟ چون اونها در خیمه‌ها و چادرها زندگی می‌کردند و در منازلشون
عادت به دیدن دیوارهای گچی و سفید نداشتند. در ضمن در محیطی پرورش یافته بودند که درش خانم‌ها به روش سنتی بارهای مختلف از جمله ظروف رو روی سرشون به حالت تعادل قرار می‌دادند و حمل می‌کردند. پس این آزمایش هم نشون میده که انسان‌ها به تناسب محیطی که درش پرورش یافتند در تصویری یکسان دو واقعیت متفاوت می‌بینند. پس این مسئله فقط مختص گربه‌ها نیست. نوع بینش انسان‌ها هم به جهان تابعی از شرایط زیست محیطی اونهاست، مخصوصاً در مراحل رشد و پرورش. چندی پیش با یکی از دوستانم مشغول پیاده روی بودیم، بهش گفتم به آسمون نگاه کن و بگو در این ابرها چه میبینی؟ وقتی همچین پرسشی طرح میشه، ذهن انسان که در همه چیز دنبال نظم میگرده، شروع میکنه به ساختن یک نظم انتزاعی و تصور یک معنا، حتی در چیزی که نه نظمی داره و نه معنایی. من در ابرها تصویر یک سگ رو می دیدم، ولی دوستم تصویر یک تمساح رو می دید. از من اصرار و از او انکار. می گفت مشخصا تصویر یک تمساح در ابرها افتاده. زیر بار نمی رفت که این می تونه مثلا تصویر یک سگ هم باشه. چون از ابتدا تمساح رو تصور کرده بود و باور اولیش اینگونه شکل گرفته بود، ذهنش به طور ناخودآگاه خطوط لازم جهت ساخت تصویر تمساح رو در نظر می گرفت و پررنگ می کرد. اما خطوط دیگری که متناقض باور اولیش بودن رو نادیده می گرفت. به اصرار با انگشت به سوی ابرها اشاره می کرد و می گفت این به وضوح یک تمساحه، این دمشه، این دهنشه، حتی دندونهای تمساح رو هم لابلای ابرها می دید. و در تعجب بود که چطور من تصویر تمساح رو در ابرها نمی بینم. البته برخورد او کاملا صادقانه و با حسن نیت بود، نه از روی لجبازی و یدندگی. وقتی کارکرد ذهن انسان چنینه که اگر یک لحظه نوعی نگرش و معنادهی به جهان رو تجربه کنه، دیگه به سختی بتونه ازش دست برداره، حالا تصور کنید وقتی نگرشی و باوری طی سالها در انسان نهادینه شده باشه، چقدر تغییر دادنش دشوار خواهد بود. این خاطره تصویر تمساح در ابرها من رو یاد زمانی انداخت که مردم عکس خمینی رو در ماه می دیدند. البته من در اون دوران هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی اینطور که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از افراد در اون مقطع زمانی چون این پدیده رو تجربه کردند. دروغ هم نمی گفتند، واقعا ذهنشون تصویر خمینی رو در ماه می دید. متاسفانه آگاه نبودند که این یک خطای شناختی و یک تله ذهنی ناشی از شرایط محیطی و نخبگان و روشنفکران جامعه هم نتونستند مردم رو آگاه کنند، چرا که خودشون هم به واسطه باورهای نهادینه شده درگیر خطاهای شناختی بودند و در تله های ذهنی گیر افتاده بودند. خب از این موضوع بگذریم. توجه کنید هنگامی که ذهن انسان مشروط به باورهای نهادینه باشه، در مواجهش با وقایع سه ویژگی بارز قابل تشخیصه. اول اینکه شواهد مؤید باورهای نهادینه شده رو به وضوح مشاهده میکنه، اما شواهدی رو که با باورهای اولیش در تضاد باشند انگار ناخودآگاه اصلا نمیبینه. دوم این که وقتی داده‌های دو پهلو و مبهم در اختیار او قرار می‌گیرند، ناخودآگاه اونها رو در جهت تأیید باورهای نهادینه شده‌اش تعبیر و تفسیر می‌کنه و حتی در ذهنش اون تعبیر و تفسیر قاطعانه رو جایگزین داده‌های دو پهلو و مبهم اولیه می‌کنه. یعنی دیگه براش قابل تصور نیست که همون داده‌ها رو میشد طور دیگری تعبیر و تفسیر کرد. و ما ویژگی سوم اینه که حتی اگر همه شواهد رو همه جانبه به اون نشون بدند که چیزی از قلم نیفته، اما باز ناخودآگاه با گذشت زمان او در حافظش شواهد مؤید باورهای اولیش رو به خاطر میسپره و شواهد متناقض با اونها رو فراموش میکنه. اجازه بدید با مثال این سه ویژگی رو بیشتر براتون توضیح بدم. وقتی سازمان اطلاعات آمریکا گزارشی رو منتشر می‌کنه که بندهای مختلفی داره، برخی از بندها به نفع دموکرات هاست و برخی از بندها به نفع جمهوری خواهانه. فردای اون روز
روزنامه‌های دموکرات بندهای مؤید نظریات خودشون رو سرفصل خبرها می‌کنند و طبیعتاً روزنامه‌های جمهوری‌خواه هم دقیقاً به همین روش مطبوعاتشون رو تیتر نویسی می‌کنند. این رفتار روزنامه‌نگاران غیرمنتظره نیست. اما عجیب اینه که وقتی از روزنامه‌نگار دموکرات می‌پرسند آیا در گزارشی که خوندی فلان بندها و فلان جملات که مؤید نظریه‌های جمهوری‌خواهان بوده رو دیدی یا نه، مشخص میشه که در موارد متعددی اونها بندهای متضاد با نظریات حزبشون رو به طور ناخودآگاه اصلاً نمی‌بینند. یعنی مثلا وقتی بهشون میگن در این گزارش چون این جمله‌ای هم اومده، میگن نه، کجای گزارش همچین جمله‌ای نوشته شده؟ تا اون جمله رو بهشون نشون ندن باور نمی‌کنن که همچین چیزی در اون گزارش وجود داشته. دروغ هم نمیگن. یعنی واقعا بسیاری از این گزاره‌ها را اصلا نمی‌بینن، چرا که بسیاری از اوقات دیدن شواهد مشروط به پیش‌فرض‌ها و باورهای نهادینه شده انسان هاست. پیش‌فرض‌ها و باورهایی که نحوه نگرش انسان نسبت به جهان رو هدایت می‌کنند. ویژگی دوم اینه که اگر جمله دو پهلو و مبهمی در گزارش وجود داشته باشه، ژورنالیست های هر یک از احزاب ناخودآگاه اون جمله رو به نفع باورهای نهادینشون تعبیر و تفسیر می کنند. وقتی بهشون میگن این تعبیر و تفسیری که نوشتی معنای دقیق فلان جمله نیست، انگار اصلا نمی فهمند و حتی وقتی جمله اصلی رو بهشون نشون میدن میپرسن خب این جمله با تفسیری که ما ازش کردیم چه مغایرتی داره؟ به این میگن bias interpretation، یعنی تفسیر جانبدارانه، یعنی قضاوت جهتدار. که باز تأکید میکنم اگه به طور عمدی صورت میگرفت غیر منتظره نبود. عجیب اینه که در بسیاری از اوقات تفسیر جهتدار و جانبدارانه به طور ناخودآگاه صورت میگیره. حالا ویژگی سوم که به حافظه برمیگشت اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه؟ ببینید، شما به این مفسران سیاسی گوشزد کنید که درسته بعضی از بندهای گزارش مؤید نظریات شما بودند، اما بندهای دیگری متناقض با نظریات شما هم در این گزارش وجود داشتند و حتی تک تک اون بندها رو بهشون نشون بدید. با این حال بعد از چند ماه وقتی دارن درباره همون گزارش صحبت می کنند، فقط بندهایی که مؤید نظریه های خودشون بوده رو به خاطر میارند. انگار بندهایی که نظریات اونها رو تکذیب می‌کردند به طور ناخودآگاه از حافظه‌شون پاک شده باشه. ممکنه بعضی از شما فکر کنید اینها آدم‌های کلاشی هستند، حتما در همه موارد دارن فیلم بازی می‌کنند. البته که در بعضی موارد دروغ میگن و فیلم بازی می‌کنند، ولی باور کنید در بسیاری از اوقات اینطور نیست. یعنی اگر دستگاه دروغ سنج بهشون وصل کنید متوجه میشید که دروغ نمیگند، بلکه واقعاً دوچار خطای شناختی میشند. این پدیده مختص مفسران سیاسی نیست، بلکه عموم مردم ناخودآگاه دوچار چنین خطاهای شناختی میشند. مثلا پدیده طالع بینی رو در نظر بگیرید. شما اگر خودتون هم به طالع بینی اعتقاد نداشته باشید، حتما تا حالا اشخاصی رو ملاقات کردید که به طالع بینی اعتقاد داشتند. این افراد به شما میگند که مثلا شخصی براشون فال قهوه گرفته یا خطوط کف دستشون رو دیده یا به هر نحوه دیگری زندگی اونها رو درست و دقیق پیش بینی کرده. از شما می‌پرسن اگر طالع‌بینی حقیقت نداشت چطور اون فالگیر تونست وقایع زندگیم رو درست و دقیق پیش بینی کنه؟ اکثر این افراد دروغگو نیستند. انسان‌هایی هستند که باورهای اولیه‌ای درونشون نهادینه شده و مشاهدات و قضاوت‌هاشون به طور ناخودآگاه مشروط به اون باورها شده. خب ببینیم اون سه ویژگی که گفتم اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه. ویژگی اول گزینش ناخودآگاه مشاهداتیه که مؤید حقانیت طالع‌بینی هستن و نادیده گرفتن ناخودآگاه هر آنچه باور به طالع‌بینی رو ابطال کنه. یعنی اگر فالگیر 10 مورد بگه که فقط 3 موردش تحقق پیدا کنه، ذهن این افراد اون 3 مورد رو میبینه و پررنگ میکنه. 7 مورد دیگه که تحقق پیدا نکردند رو به طور ناخودآگاه نادیده میگیره. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهمه. مثلا طالع‌بین میگه
به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. این گزاره مبهمه. به زودی یعنی چی؟ اون خبر خوش دقیقاً چیه؟ اینها گزاره‌های ابهام برانگیز هستند. حالا تصور کنید اون شخص دو هفته بعد از طرف کارش یک پاداش غیرمنتظره دریافت کنه. ذهنش به طور ناخودآگاه جمله فالگیر رو به نفع باورهای اولیش تعبیر و تفسیر میکنه. میگه عجیبه، فالگیر به من گفته بود دو هفته دیگه سر کار یه پاداش غیرمنتظره میگیرم و خوشحال میشم. اما طالبین دقیقاً این رو نگفته بود. گفته بود به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. ذهن شخص تعبیر و تفسیر قاطعانه گزاره اولیه رو جایگزین اصل گزاره مبهم میکنه. حالا اگر به فرد دروغ سنج وست کنید ببینید که دروغ نمیگه. او واقعا بر این باوره که فالگیر چون این حرفی رو بهش زده. ویژگی سوم هم مربوط میشه به حافظه. حتی اگه به شخص گوشزد کنید که مثلا من خودم اونجا بودم، فالگیر فلان پیشبینی ها رو هم کرده بود که هیچ کدوم درست از آب در نیامد. مدتی که بگذره او تمام پیشگویی های طالبین که به وقوع نپیوستند رو کاملا فراموش میکنه. در ذهنش همون دو سه گزاره باقی میمونند که به وقوع پیوستند، که البته معمولا اونها هم مبهم بودند و در واقع تعبیر و تفسیرشون با واقعیت هماهنگ شدند. پس با این حساب به نظر میاد که بسیاری از مشاهدات و استدلالهای ما مشروط به باورهای اولیه نهادینه شده در ما باشند. یعنی ما برای استدلالهامون همواره شواهدی رو انتخاب میکنیم که مؤید باورهای اولیه‌مون باشند و شواهدی رو که با باورهامون در تناقضند نادیده میگیریم. بنابراین عموم مردم از استدلال برای رسیدن به حقیقت استفاده نمیکنند، بلکه در جهت تأیید باورهای اولیه‌شون استدلال میکنند. باز یه مثال بزنم. نگرش ایرانی‌ها نسبت به سلسله پهلوی یک نگرش بسیار دو قطبیه. اگر یک متن تاریخی شرح حال حکومت پهلوی رو به یک فرد طرفدار نظام پادشاهی نشون بدید، ذهن او ناخودآگاه از متن فقط خوبی‌ها و موارد مثبت حکومت پهلوی رو استخراج می‌کنه و اشتباهات و نقاط ضعفش رو اصلا نمی‌بینه، ولی اون که همه اینها در اون متن تاریخی ذکر شده باشند. برعکس همون متن اگر مورد مطالعه یک فرد جمهوری خواه چپگرا قرار بگیره، ذهن او ناخودآگاه به واسطه باورهای نهادینش فقط نقاط ضعف حکومت پهلوی رو از اون چه میخونه استخراج میکنه و نقاط قوت و خوبیهای نظام پهلوی رو اصلا نمیبینه. باورهای نهادینه شده در حیطه سیاست و مذهب دائما مصداق پیدا میکنند. چندی پیش گفتگویی داشتم با یک دوست مسلمان در رابطه با معجزه قرآن. به نظرم این باور در او نهادینه شده بود که قرآن کلام انسان‌ها نیست و کلام خداست. بهش گفتم این باور نهادینه شده در تو باعث میشه که مشاهداتت گزینشی و قضاوتات تک بعدی باشند. البته کل قرآن رو خونده بود، اما مثلا وقتی ادعا میکرد که قرآن اشاره کرده به اینکه زمین کرویه، زمانی که هیچ انسانی از این واقعیت با خبر نبوده، استناد میکرد به آیه ای از قرآن که درش از رب المشرقین و رب المغربین صحبت شده. او میگفت تنها زمانی میشه دو مغرب و دو مشرق رو متصور شد که زمین کروی باشه. ببینید اینجا مشخصاً با یک باور نهادینه شده مواجه هستیم. با همون سه ویژگی که براتون گفته بودم. ویژگی اول، اینه که مشاهدات او گزینشی بودند در جهت تأیید باور اولیش. او آیه های دیگری از قرآن که میتونن به مسطح بودن زمین تعبیر بشن رو کاملا نادیده میگرفت. مثلا جایی در سوره بقره میگه اون خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت. خب گستردن برای فرش یا سفره به کار میره که اجسام مسطح هستند نه اجسام کروی. یا در جای دیگر از قرآن که از آسمان به عنوان خیمه‌ای برافراشته شده با ستون‌های نامرئی تعبیر میشه که باز با کروی بودن سطح زمین جور در نمیاد، چون خیمه رو روی زمین مسطح برپا می‌کنند نه روی سطح کروی. پس ویژگی اول گزینش مشاهدات مطلوب بود. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهم بود. خب قرآن مشخصاً نگفته که زمین گرد و کرویه.
به دلیل نامشخصی در جایی گفته رب المشرقین و رب المغربین، کروی بودن زمین تعبیر و تفسیر ذهن این دوست مسلمان بود. ویژگی آخر هم مربوط به حافظه است. مطمئنم که ایشون در صورتی که باور نهادینه و اولیش رو از ریشه تغییر نده، تا یکی دو ماه دیگه هر آنچه به او گفتم رو فراموش خواهد کرد. ذهنش مجدداً به تنظیمات کارخونه برمیگرده و فقط شواهد و تعابیر مطلوب برای باورهای اولیش رو به خاطر میاره. فرایند تغییر باورهای نهادینه شده در انسان واقعاً دشواره، اما غیر ممکن هم نیست. از همراهی و حمایت شما دوستان و از لطفی که به من دارید صمیمانه سپاسگزارم. خردیار و نگهدارتون.